برای نخستین بار یک بانک بزرگ غلجات اینجا در ولایت بلخ ایجاد شده است. هدف از ایجاد این بانک هم جلوگیری از گران فروشی و احتکار گفته می شود. ایجاد این بانک برای تاجران هم تسهیلات را در بخش خرید و فروش غلجات ایجاد می کند. ایجاد چنین مارکت های تجارتی یک دریچه امید به مردم می باشد. بخصوص کسایی که در بیرون انتظار بازگشت و گپا دارند. به اصطلاح اخبار اقتصاد ساختمان ها چرا می کنند دریچه امید برای از را باز می شود که یعنی هنوز هم به اصطلاح شرایط خوبی است برای کار و تجارت در اینجا. در سطح کشور اولین بار است که یک صنف معیاری و بولی که در اینجا افتتاح شد که این خوشبختانه در چیز تجارای ما مفاد داره و هم در ملت ما مفاد داره. چرا اینجا کنترل نرخ میشه، کنترل کیفیت میشه. شماری از سرمایه گذاران در بلخ اما بر تامین امنیت بیشتر تاجران تاکید میکنند و میگویند علاقمندی و سرمایه گذاری در داخل کشور بیشتر شده است. بهترین نعمت پروردگار امنیت است. ما شکرگزار و سپاسگزار مسئولین امارت اسلامی دولت خود نهایت متشکر هستیم که الحمدلله امنیت ما بهتر و خوبتر هست. باز هم خواهش میکنیم که در قسمت امنیت تاجر ما با قسمت مال و زندگی و سرمایه و اولادشان باید شب و روزانه مسئولین امارت اسلامی افغانستان کوشش بکنند. تا زمانی که دولت همکار نباشه با تاجر، تاجر مستقلانه نمیتونه که خودش عمل بکنه. مثلا سهولت های را در قسمت مسئول در قسمت مالیه بر تاجر فراهم بسازد، چون این مواد اولیه و مصرفی است. این آردی که ما میاریم از گدا تا شاه از استفاده میکنند. بسیار افرادی هستند که قدرت به دست آوردن پینان در یک روز ندارند. مقام های محلی بلخ اطمینان میدهند که از جان و مال تاجران حفاظت میکنند و سرمایه گذاران میخواهند که در داخل کشور سرمایه گذاری کنند. امروز ما اشمه کلان افتخار داریم که تمام افغانستان خوستن بلخوز در ولایت بار شما میبینید که در ولایت بار تمام پروژه ها امنیت مدیریت ما اشمه داریم. الحمدلله ما اشمه یک ولی داریم که الحمدلله امروز یک ولی مهربان است. شما میبینید که و هر وقت که در نظرش فکرش مفکرش در همه ولایت ما اشمه که امنیت باشه. ایجاد بانک غلجات در حال در ولایت بلخ ایجاد میشود که امیدواری ها این است که افغانستان با بهره گیری از کانال خوشتپه در تولید غله به خودکفایی برسد و حتی گندم را به بیرون از کشور هم صادر کند.